ایالات متحده آمریکا دیروز پس از درگیری این هفته نیروهای امنیتی ایران با معترضان اعلام کرد که ایران بیش از پیش مانند یک کشور پلیسی رفتار می‌کند. فیلیپ کرالی مدیر کل وزارت خارجه آمریکا در امور عمومی به خبرنگاران گفت ایران به نحوی روزافزون خود را یک کشور پلیسی نشان می‌دهد. وی گفت آن کشور از همه اهرم‌ها و از کلیه عناصر امنیتی خود استفاده می‌کند تا خواست مردم ایران برای برقراری رابطه متفاوت با دولت خود را کاملاً سرکوب و خاموش کند. گزارش ها در روز چهارشنبه از بروز درگیری هایی در اصفهان حکایت داشت. این درگیری ها پس از آن رخ داد که نیروهای امنیتی یک مسجد محل برگزاری مراسم یاد بوده آیت الله حسین علی منتظری روحانی پیشرو مخالف دولت را محاصره کردند و مانع از ورود عزاداران شدند. سنای آمریکا امروز لایحه 871 میلیارد دلاری اصلاح خدمات درمانی را پس از 24 روز پیاپی بحث درباره این قانون با 60 رأی موافق در مقابل 39 رأی مخالف تصویب کرد. 60 نماینده دموکرات سنا همگی به این لایحه رأی دادند و هیچ یک از نمایندگان جمهوری خواه با آن موافق نبودند. تصویب این لایحه کمکی بزرگ به پرزیدنت باراک اوباما است که اصلاح خدمات درمانی را در اولویت قرار داده است. این لایحه هنوز باید با لایحه‌ای که توسط مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسیده است تطبیق داده شود. آمریکا دیروز عنوان کرد که آماده است تا امکان ملاقات بین نماینده دولت ایران با مرد ایرانی که به علت قاچاق تسلیحات به ایران در آمریکا زندانی است را فراهم کند. وزارت خارجه آمریکا گفت که دولت ایران خواستار ملاقات کنسولی با امیر حسین اردبیلی شده است که هفته گذشته به 5 سال زندان محکوم شد. وزارت خارجه آمریکا طی بیانیه‌ای در پاسخ به پرسش یک روزنامه‌نگار عنوان کرد وزارت خارجه آماده همیاری برای ترتیب دادن چنان ملاقات احتمالی است. ایران حکم صادره علیه اردبیلی را به عنوان یک عمل غیرقانونی محکوم کرده است.